فقط ما دو نفر مونده بودیم تو سالن انتظار. همه رفته بودن به غیر از ما. سالن انتظار خالی خالی شده بود. نشسته بودیم منتظر تا صدامون کنن. کمی با هم حرف می زدیم و کمی هم به کارمندا نگاه می کردیم. دیگه تقریباً آخر وقت اداری بود. راهروی سازمان سنجش حسابی شلوغ و پر از ارباب رجوع شده بود. همه انگار که روز آخر دنیاست و دیگه برای انجام کاراشون وقتی نمونده. هر کس با عجله به یه طرفی می رفت و دنبال یه چیزی می گشت. بالاخره یکی از کارمندا اومد. صدامون زد و هر دو برای ثبت اظهاراتمون به اتاقی که گفته بود رفتیم. خانومی که اونجا پشت میز نشسته بود یه نگاه معنیدار به ما انداخت و گفت میدونین تا حالا چند تا باهایی تو این چند روزه اومدن سراغ ما؟ بعد لبخندی زد و گفت خودتونم میدونین که تا وقتی که فرم تقاضا رو کامل و درست پر نکنین دانشگاه راتون نمیدن. چاره ای ندارین جز این که مثل مرغ سرکنده از این ور به اون ور بپرید. من فقط نمیفهمم چرا خودتون اینقدر بی خود خسته میکنین. یارو از اون سر ایران یه کاره پاشده اومده تهران واسه یه به قول خودتون پیگیری و تظلم. بهش گفتم این تازه اولشه خانم. کلی جاهای دیگه هست که برای پیگیری باید بریم. فردا هم قراره بریم وزارت علوم و مجلس. برای گرفتن حق باید تلاش کرد. خندید و گفت چی بگم والا؟ باریکلا به این همه پشتکار و همتتون. با همون دست داد و با لبخند خدافظی کرد. اومدیم بیرون. هوا خیلی خوب بود. روی یکی از نیمکت‌های پارک نزدیک سازمان سنجش نشستیم و شروع کردیم به حرف زدن. شیلا برام تعریف کرد که باباش کشاورزه و خانواده‌شون خیلی به تحصیل بچه‌ها اهمیت میدن. به خاطر همین با وجود دست تنها بودن و مشکلات محلی که داشتن، پدر و مادرش سخت کار کردن و تمام امکانات رو براش فراهم کردن تا اون بتونه درسش رو ادامه بده. حال غریبی داشت. دیگه کم کم داشت غروب میشد و موقع برگشتن بود. من باید میرفتم کرج و شیلا هم میخواست بره خونه یکی از فامیلاشون تو تهران. بهش گفتم بیا بریم خونه ما، شب اونجا باش و فردا دوباره با هم راه میافتیم دنبال حضرات. نمیدونم غریبی میکرد یا مسئله دیگه ای بود، ولی وقتی اصرار بیش از حد و از ته دل منو دید گفت بذار یه زنگ به مامانم بزنم ببینم چی میشه. دو ساعت بعد من و شیلا تو خونه روی کاناپه خونه ما ولو شده بودیم و در حالی که به ظاهر داشتیم تلویزیون نگاه میکردیم به این فکر میکردیم که فردا چه اتفاقی خواهد افتاد. اون شب به هر سختی که بود گذشت. فردا صبح تو ایستگاه مترو بلیط خریدیم و منتظر شدیم. ایستگاه پر از آدم بود. همه سرشون تو گوشی‌های موبایلشون بود و منتظر رسیدن قطار بودن. وقتی قطار رسید، بی‌حوصله از اون همه شلوغی سوار اولین واگنی که بهمون نزدیک بود شدیم. دستفروش‌ها تو مترو همه چی می‌فروختن. از شال گرفته تا کیف و جوراب و لباس زیر. گوغایی بود. بیشتر شبیه بازار بود تا مترو. بعضی هم داشتن به گوشی هاشون نگاه میکردن و هر چند لحظه یه بار قش میرفتن از خنده. یه عده هم طبق معمول داشتن غر میزدن و از اوضاع و احوال شکایت میکردن و به در و دیوار زیر لب بد و بیراه میگفتن. نگام به ساعت شیلا افتاد. یه ساعت وقت داشتیم که تو این همه هم همه به برنامه های روزای بعد فکر کنیم. به ملاقات هایی که قرار بود با افراد مختلف داشته باشیم. یعنی کارمون راه میفته؟ یعنی میریم دانشگاه؟
یعنی واقعا سیستمشون اشتباه کرده یا همه اینا یه جور بازیه برای سرکار گذاشتن ما؟ باید صبر میکردیم. این بار باید میرفتیم وزارت علوم. وقتی رسیدیم اونجا، اولین چیزی که نظرم رو به خودش جلب کرد پلاکاردی بود که روی در ورودی اون نصب شده بود. نظام آموزشی در دانشگاه ها ترویج علم باید باشد. وزارتخونه پر بود از بروشورایی درباره سمینارهای مختلف که مسئولین قرار بود برگزار کنند. عنوان یکی از این سمینارها نظرمو به خودش جلب کرد. علم برای همه. شیلا رو صدا کردم و گفتم ببین اینجا چی نوشته. اگه راست میگفتن ما به جای این همه دوندگی الان تو خونمون نشسته بودیم و با آخرین روزای تعطیلاتمون حال میکردیم. روزای بعد رفتیم مجلس. رفتیم نهاد ریاست جمهوری. رفتیم دیوان عالی عدالت اداری. و این ماجرا همینطور تکرار شد. به هیچ نتیجه. همه اونجاها پر بود از بروشور و پارچه نویسی و شعار و شعار و شعار. پر از وعده هایی که به یه جامعه داده شده بود. ولی هرچی نگاه کردیم انگار ما تو این جامعه وجود خارجی نداشتیم. سرم دیگه داشت گیج میرفت. نزدیکای عصر روز آخر بود که با شیلا سوار مترو شدیم. چون قدمون به دستگیره‌های افقی بالا نمی‌رسید، دستگیره‌های عمودی وسط کابینو گرفته بودیم و توی هر ایستگاهی وقتی که قطار ترمز می‌کرد، با هل دادن جمعیت ولو می‌شدیم رو همدیگه و قش می‌کردیم از خنده. با خودم فکر می‌کردم شاید راهش همینه، اینکه در موقع سختی‌ها و ناکامی‌ها شاد باشیم. حیف. کاش میشه.